اسپانیای عزیز، غذای شهرتون رو درست کردیم. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. سلام عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امروز در خدمت شما هستم با نرگس، با یه کوفته خیلی خوشمزه. امیدوارم که بپسندید. سلام خدمت دوستان، امیدوارم حال همگی خوب باشه. امروز مامان اومد پیش من، یه برف خیلی خوشگلی هم از دیشب اومده. اومدیم که دوره هم باشیم. یه کوفته اصفهانی من یاد گرفته بودم از یکی از دوستان که برام داستان زندگیشون رو فرستادن، فاطمه خانوم. یه بار درست کردم، خیلی عالی شد. گفتم این بار درست کنم که در کنار شما، که شما هم از تجربیات ما استفاده کنید. اینم از برفی که از دیشب تا حالا اومده، منتها الان دیگه بند اومده، ولی گفتن دوباره شب میاد. برای این کوفته اصفهانی، ما کوفته حالت این تبریزی ها همیشه درست میکردیم که آموزشش هم هست، گوشت چرخ کرده و حالا این چیزا داشت. برای کوفته اصفهانی ما برنج لازم داریم که میگن اگر نیم دونه باشه خیلی بهتره. برنج هست، من خیس کردم. بعد شوید هستش که اونم میتونیم از تازه استفاده کنیم، میتونیم از خشکش استفاده کنیم. باقالی هست، باقالی رو میپزیم ما. گوشت چرخ کرده داریم اینجا. برای وسط کوفته کشمش داریم. اینم سبزیجات معطرمون هست، مثل ترخون، مرزه، جعفری. ادویه‌ای هم که لازم داریم، من پودر زنجبیل، پودر سیر، فلفل سیاه، نمک و زردچوبه خب اضافه میکنم به این. و این کوفته تا اونجایی که من میدونم و دوست خوبمون، یکی از همراهامون به من یاد داد، روب نداره. روب نداره و بهش کوفته شیوید باقالی هم میگن توی اصفهان. این کوفته مثل کوفته های دیگه روش های مختلف داره که من به این روش که یاد گرفتم، ما برنج رو که خیس میکنیم یه جوش کوچولو بهش میدیم، یه 5 دقیقه تو آب جوش بجوشه. باقالیمون هم که پخته است و پیازم یادتون یادم بله پیازم لازم داریم که ما یه پیاز بزرگ رو سرخ میکنیم، نیمی اون رو برای کوفتمون برمیداریم، نیمش رو برای سسمون برمیداریم. حالا بریم سراغ بقیه کارم. آره ریز خورد کن که نصفی شو برای سوس برداریم، نصفی شو نگینه دیگه. آره نگینه، دستت درد نکنه. من خب برنجو بذارم بپزه. برنجو اول میذارم میپزه. برنجو با یکم آب میذارم من، یه 5 دقیقه 10 دقیقه بجوشه و دیگه برای کوفته خب آماده بشه. آبم کم ریختم. الان همسرم زنگ زد، گفتش که به حسین زنگ زدم، آقا حسین رفته خرید، بعد گوشیش خاموش بوده. الان 5 دقیقه پیش رفت خرید کنه برای من، گوشیش خاموشه. بذاره حواسم پرت شد، ببخشید. پسرها خیلی ما سخته تو این دور زمونه. پسر داری، دختر داری هم سخته، پسر بدتره، خیلی مسئولیت داره. پسرا قدیم با الان خیلی فرق میکنه. من الان محمد مال تقریبا 37-8 سال پیشه، با الان. گوشی نبود اون موقع ها، بچه ها سربراه‌تر بودن، حرف پدر مادر گوش میدادن. الان هم چاره نیست دیگه، باید با بچه ها مدارا کرد. خیلی چیزا رو باید گفت نه، خیلی چیزا رو باید گفت بله، باش رو همدلی کنیم با زبون خوش. به نظر من اینجوری. حالا دیگه الان جدیدا تربیت شغل من نمیدونم چجوریه. آره خب من مثلا برادرمو یادمه، برادرم خب کلن یه پسر خیلی ساکت و حرف گوش کنی بود. حسینم خوبه، بچه خوبیه، ولی خب مامان راست میگه، کلن عوض شده دور زمونه. بچه ها بخوان خوبم باشن یه ذره نمیشه. این گوشی ها، این فضای مجازی، هرچی هم حالا جلوگیری کنی ازشون
بدتره اگه بخوای بیشتر جلوگیری کنی ازشون. حسین داره سوت میزنه. اومد. حسین اومد. خوشحال باش. میاد. مامان چرا گوشیت خاموش بود؟ این خودش خاموش میشه. خوشه. خب بزن تو شارژ. نگران حسین خیلی پیش بچه‌های دیگه آغاز. نکه نقیب من باشه بگم ها. یعنی بچه فوق‌العاده خوب کمکی به در مادر با ادب با تربیت ایشالله که همه بچه ها خوبه. نرگس بگی بس این پیاز اگه کمه خورد کنم اگه بسته دیگه اون یه دونه رو خورد نکنه. نه دیگه ببین ماما این یه دونه هم نصفشو خورد کن دیگه بسته دیگه. چون نصفشو برای سوسش میخوای برای همین میگم دیگه زیاد نشه بسته در اینم از پنجره که تابستونا براتون میگرفتم الان دیگه برفی شده. خیلی من دوست دارم برفو. بعد دوباره هوا هم ببینید داره همجوری گرفته میشه، مه شده، گفتن دوباره شب برف میگیره. به احتمال زیاد ماما نمیتونید برید امشب هم خونتون. بابا تنها میشه. بگو تا دیر نشده پاشو بیا اینجا. آره میمونیم دور همیشه الله خوش میذاره. خب یه پیازه من پیازو سرخ کنم من بدم تحویل شما خوبه؟ بله نصفشو من بردارم برای این برنجمونم. خب آبش جمع بشه. ببینید آبش به مقداری باید باشه که انقدر کم باشه که آبش جمع بشه برنجم نیم پز بشه حالا خیلی هم له نشه. بعد من گفتم حواسم پرت شد حسین گوشیش خاموشه. پیازو دیدید که ماما یادآوری کرد. الانم مامان گفت تخم مرغ آرد نخودچی. این دوتا رو هم فراموش کرده بودم. الان دوباره داریم مخلوط میکنیم با هم میگم. یکم زردچوبه میزنیم. تفت میدیم که بو خامیش گرفته شد. خب ماما من الان برنجم خنک شده. بیارم که بریم بشینیم برای گوله کردنش. چرخ کنم اول. الان من زنگ زدن از طرف پست برامون بسته آوردن. گفتم که باز کنم شما هم ببینید. این بسته اونطور که من سفارش داده بودیم یعنی برای اینستاگرام تبلیغ گرفته بودیم قرار بود اسپرسو ساز بفرستن و فکر میکنم که همونه. نه اشتباه فکر کردم. این اون جاروی هستش که سانوس قرار بود برامون بفرستن. یه جارویه و خیلی تعریف میکرد اون خانم. اون گفت خیلی خوبه. بعد من خب برای معرفی گرفتم. چون برای معرفی این اینستاگرام من اول تمام کالاها رو خودم میگیرم ازشون. حالا برنج باشه چیزای مثلا غذایی هم همینطور. اول خودم استفاده میکنم. بعد اگر ببینم خوبه به همراه کننده ها معرفی میکنم. و این شده که هرچی من معرفی میکنم همه راضی هم خوششون میاد. چون خودم قبلش تست میکنم. چقدر خوشگله. صورتیه. آره من تو رو ندیده بودم. مثل جارو شارژیه ولی گفتن این برقیه. یعنی شارژی ها شارژیش گفتن این باتریاش خراب میشه. این برقیه دیگه لازم نیست که بزنید به شارژ و شارژش خراب بشه. منم چون کمر درد دارم و خیلی زیر میز نهارخوری اینا تونتون جارو میکنم فکر میکنم گزینه خوبی باشه. این بعدی چرا خوشگله؟ سبوک خوب. چه سبوکیه؟ آره خوب. حالا باید ببینم که آقا این میخوره به سر این؟ نه نه به سر اونا میخوره. اونا رو باید جفت کنی با هم بکنه. آقا به سر این آره این گرده. آره اینجوری کنی که بلند شه قدش. من فکر میکنم برای این آها که دیگه مثلا نپتونینا نخواهیم خیلی حالا دور نشیم نپتون بکشیم. خب اینم میخوره به سر این درسته؟ نه این باز میشه که خواستیم مثلا خالیش کنیش باشه. خب اینم که دکمه شه. این باید بره توی این بزنیم که بذاریم به بر روشن کنم. این چجوریه؟ مثل آشپزخونه زیره نیست دیگه. نه جور بزرگ چقدر درد من میخوره. من باید یه دونه اینه بگیرم چون منم جام بزرگه. بعد باسه یه تیکه جا
جارو برقی دارم، عمده نخواهی جارو کنی این خوبه دم دستت باشه. باشید، این از جارو خوش رنگ ما. مامان نصف پیاز داغ بده به من برای این کوفتمون، نصفش باشه برای سس. آب می‌ریزیم توش جوش بیاد برای سسمون آماده بشه. خب من برنجو می‌ریزم توی غذا ساز. قدیما می‌کوبیدن هم گوشت و هم برنج و اینا رو توی هاون می‌کوبیدن. ولی ما الان می‌ریزیم توی غذا ساز. پیمونه پلوپزی برنجه، برنج نیمدونه است و گوشتمون به مقدار تقریبا 400 گرمه. گوشت چرخ کردم، من میریزم روی این، من پیازشون آب ولن بریزم تو بلندی. آره آب ولن بریز شما. برای سس هم گفتم بقیه پیاز رو آب ولن میریزیم روش، حالا داخلش هم نمک و زردچوبه رو تفت دادیم، میذاریم جوش بیاد که کوفتمون آماده شد بذاریم تو آب جوش که وانره. بعد من الان شیلی دارم اضافه میکنم. شیلیمون اگر تازه باشه مثلا تقریبا 200 گرم اینطورا بسته، ولی اگر که خشکه دیگه حواستون باشه یکم اول بریزید، زیاد اول نریزید چون خشکه یه دفعه زیاد میشه. بعد دوباره میتونیم اضافه کنیم. اینم که سبزی معطرمون و باقالی. این قسمت باقالی رو ما یه مقدار کوچولوش رو نگه می‌داریم، هم برای داخل سس کوفتمون و هم برای اینکه بقیه‌اش هم چرخ می‌کنیم. یکم هم کوفته رو وقتی که درست می‌کنیم می‌چسبونیم پشت کوفته که درسته پیدا باشه. و دو روش داره این کوفته برای سسش. یکی این که همینطور که گفتم پیاز داغ و حالا بقیهش رو با زردچوبه و نمک آب می‌ریزیم، می‌ذاریم که کوفته ها رو بذاریم داخلش. یه مدلش هم توی سسش هم یه مقدار از برنج و باقالی می‌ریزن. یعنی اصل اصفهانیش که دوست من گفت اصفهانی هستن همینطور بود که توی سسش هم برنج و باقالی رو بریزیم. من اون بار ساده درست کردم. مامان به نظر شما این بار این همون دستور دوستم که توی سسش هم یکم برنج و باقالی بود بریزیم؟ بریزیم چی میشه؟ آره یکم توی سسش هم میریزیم. خب ببینم مام آب بسته یا بازم بریزم؟ بسته، چون که کوفته ها رو میچینیم توش تا نیمه باید آب بیاد. نیمه کوفته آب بیاد. خاصی دوره میریزم. باش. خب پس من باقالی رو یه مقدارشو میریزم توی غذا ساز، یه مقدارش هم درسته نگه میدارم. خب حالا برای سسش پیاز داغ و زردچوبمون هست. یه قاشق هم از برنجمون میریزیم که دیگه اصفهانی بشه. نمک هم یه مقدار بریزیم. باش. نمک هم میریزم، یکم هم باقالی میریزم. سسش میگن اینطوری باشه حالت سنتی تر پیدا میکنه. من نمک هم بریزم. نم نمک. بذاریم جوش بیاد که کوفته های طوری بشه که تا نیمهش آب بیاد. بله. در قابل من هم وقتی کوفته رو گذاشتیم داخلش میگن نباید دیگه ببندید. الان ببندیم جوش. دستت درد. خب یه دور بزنم یکم خورد بشه بقیه مواد رو اضافه کنم. پیاز داغمون، اضافه بشه. تخم مرغمون اضافه بشه. ادویه هامون رو که فلفل سیاه و پودر سیر و پودر زنجبیل بود من یکم اضافه کنم. دستمو بشورم بیام آرد نخودچی رو اضافه کنم. خب حالا 1-2 قاشق غذاخوری ما آرد نخودچی اضافه میکنیم که کمک میکنه کوفتمون وا نره. نمک هم یکم اضافه کنم. نمک. خوب زردچوبه هم بزنم. بزنم کامل مخلوط بشه. در بزنم ببین چجوریه درشت و ریزیش. یک کم دیگه بزن.
ببینید اینطوری شد. حالا شروع میکنیم به گوله کردن که وسطش هم کشمش میذاریم. آلو هم میتونید بذارید، کشمش هم میتونید بذارید. خب حالا شروع کنیم به گوله کردن. به اندازه یه دونه نارنگی میتونید بردارید. نارنگی مثلا مطبق باز کنید توی دستتون. یکم کشمش، گردو هم میتونید بریزید، آلو همینطور. دستکش رو بگید. ببندیمش. خب که بسته شد، تا میتونید توی دستتون بچرخونید. من اون دستکش لاتکسام تموم شده، اینا هم خیلی سخته. فقط این مرحله خیلی مهمه، من چون دستکشام صدا میده میخوام در حین کار صحبت نکنم. اینو وقتی که بستید کامل توی دستتون قشنگ اینجوری قلقلی کنید، دایره کنید، بعد هر بار فشرده بکنید و دوباره دایره کنید که این باز نشه. بعد از اینکه همه رو انجام دادید توی یه سینی مانند بچینید، تقریبا نیم ساعت بذارید داخل یخچال که خودشو بگیره، بعد توی سسمون بذارید. خب نیم ساعت که اینا توی یخچال بود، من چند تا باقالی هم چسبوندم روش. اون بار این کارو نکردم، این بار به توصیه دوستمون این کارو کردم. ببینم حالا روش واقعا وای میسته یا نه. آبمون جوشه، زیاد میکنم زیرشو که حین این که کوفته ها رو میذاریم آب سرد نشه و وانره. این قسمت خیلی مهمه، برام دعا کنید که وانره کوفته ها. این قسمت خیلی مهمه که آبمون 100% باید جوش باشه، زیرش هم زیاد باشه که ما کوفته ها رو میذاریم حرارت یه موقع کم نشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در قابل منم بعدش اصلا نذارید. خب من کمی رو بکشم کنار که آخریشه. ببینید از جوش افتاد، برای همین میگم زیاد باشه زیرش که سریع دوباره جوش بیاد که وانره یه موقع. مامان بذارم آخریشم بگیرم؟ بذار بستن. اینم آخریش. از آبش بدم روش که چیزی نه. نه بس حالا بجوشه، در حال جوشتن بود با ملاقا بزوش که باش. بذار باشه. بذاریم کامل جوش بیاد، درش هم نمیذاریم. این قسمت خیلی استرس آوره. تا اینکه چیز کنیم. آبش کامل جوش بیاد و زیرش رو یکم کمتر کنیم و با همینجور در باز بذاریم. تقریبا نیم ساعت هم وقت پخت میخواد. اون بارم نیم ساعت سرو بود. خب نیم ساعت گذشته، دیگه مشخصه که کوفته های ما وانه میره. منم خیلی خوشحال. حالا یکم کوفته ها رو با احتیاط توی آب برگردونی که اون طرفش هم کلن مثلا با سس آغشته بشه و بپزه. خیلی خوب شد نرگس، دست درد نکنه، باز نشد. خدا رو شکر که کوفته باز نشد. قسمتش خیلی استرس داره. خب من هر بارم که کوفته درست میکنم این استرس رو دارم. شما هم همینطوره؟ بله منم همینطورم، چون میترسم یه چیزش کم زیاد شه باز شه.
چاره ای هم نیست. خب ببریم، یه سفره هم چیدم، کاش که شما هم پیش ما بودید واقعا. بریم بذاریم وسط سفره و با ما همراه باشید. هنو داره میجوشه گمت این طوریه آره آبشو بدم بایدش هم تازشه برای میشه پشکان میشه آب بریزه باشه. خدایا بابت همه نعمتایی که به ما دادی شکرت. اینم از بافت داخل کوفتمون. ببینید اینم کشمش هایی که گذاشتیم داخلش. تشکر میکنم از دوستان که ما رو همراهی کردن. سابسکرایب و زنگوله یادتون نره و غذای هر شهری که مد نظرتون هست لطف کنید بنویسید برام، انشالله درست کنیم. ممنون از همگی، خدا نگهدار. خدا نگهدار همه عزیزان.